حب اهل بیت مخصوص یک گروه خاصی در اسلام نیست. همه مسلمین اهل بیت پیغمبر رو دوست می‌دارند. همه مسلمین نسبت به اهل بیت پیغمبر ارادت دارند. یک عده خیلی معدودی قلیلی به عنوان نواسب در تاریخ بودند که اونها هم به احتمالی انگیزه هاشون انگیزه های سیاسی بود، نه به معنای واقعی انگیزه دینی. لکن قاطبه مسلمین از صدر اول تا امروز محب اهل بیت محسوب میشه. خب همین یک جمله برای ما یک درس است. اون درس این است که پس به وسیله محبت اهل بیت می شود در میان مسلمین اجماع ایجاد کرد، می شود این را یک محوری قرار داد برای اتحاد و اتفاق مسلمین. همچنانی که وجود مبارک پیغمبر اسلام وسیله و محور وحدت بین مسلمین است و همچنانی که قرآن و کعبه شریف محور اتحاد مسلمین است، محبت اهل بیت هم میتواند محوری باشد برای اتحاد مسلمین و دلها را به هم نزدیک کند. محبت اهل بیت ریشه قرآنی دارد، ریشه حدیثی دارد، یک امر جدید نیست. اینی که در حدیث متفق علیه بین فرق اسلامی که حدیث ثقلین است، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این حدیث اگرچه که اونچه که این حدیث به ما تعلیم میدهد متابعت از اهل بیت است، لکن متابعت بدون محبت معنا ندارد. محبت هم از این حدیث فهمیده میشه. اینی که در قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این پاکیزگی و طهارتی که خدای متعال اراده کرده است در اهل بیت وجود داشته باشد، این مقتضی همین عشق و محبتی است که مسلمان ها به اهل بیت دارند. پس این می شود وسیله اتحاد مسلمان ها.